خدا. سلام و ظهر بخیر خدمت همه دوستان عزیز. سلامتی گرامی. عرض به خدمت شما می‌کنم یه معرفه اجازه داشته باشید. عرض به خدمت شما مهدی مهران فرید هستم، مدرس رسمی مؤسسه لینوکس پروفشنال ایرانیار. در واقع 8 سال هست که کار اصلی آموزش لینوکس هست. هیچ اجازه تو لینوکس نداره میوارید که میتونید با سیستم لینوکس کار کنید و واقعا اینجوری که هر چه جلوتر میبینید که مباحثی هست چه به صلاح تکنولوژی‌هایی هستش که متأسفانه میبینید. نیم ساعت بیشتر رو زمان نداریم. یه مبحث رو خواستم ارائه بکنم در رابطه با سلینوکس. یکم بحث ادوانسیه. یکم احتیاج هستش که یه سری به اصطلاح پیش نیازا رو تو لینوکس بده. یعنی کلا من کانسپچوال کدی میخوام بگم در مورد سلینوکس سوال کنم. حالا بعضی دوستان که اگر به اصطلاح با لینوکس آشنایی ندارن خیلی اونجوری مشکل خاصی به وجود نمیاد. بحث ما این هستش که سیستم لینوکس رو اکثریت داریم استفاده میکنیم. حالا تو حوزه‌های مختلف اپلیکیشن هاستینگ، بحث دیتابیس، بحث امبدد، بحث حالا یا به اصطلاح فارغ التحصیل شدیم یا دانشجویی، در نهایت میخوایم کار کنیم، میخوایم بیزینس بکنیم. فقط یه چیز کلی فقط من استفاده فقط میتونه خیلی خوبه. اصلا آزادی نرم افزار همینا خیلی خوبه، ولی ما در نهایت میخوایم بیزینس کنیم. ما اصلا میخوایم پول در بیاریم. به خاطر همین داریم دانش کسب می‌کنیم و دانشمون رو میخوایم ارائه بکنیم. این به اصطلاح خیلی چیزای خوبی هستش. حالا سیستم های لینوکس اورف همه کسایی که حالا لینوکس ادمین هستن چند سال دارن لینوکس رو کار میکنن. وقتی که اینستالیشن سیستم لینوکس رو انجام میدن در نهایت میرسن به یه گزینه به اسم سلینوکس. خیلی طبیعیه اصلا مود و ریوار قانونه که به سلینوکس که برسید یه چیکارش کنید دیسیبلش کنید. درسته خیلی این چیز بدیه و ما متاسفانه حتی تو جاهای انترپرایز دیتا سنترهای انترپرایز هم که وارد بشین هم ساعت را اکزار فرق سیستم انترپرایزشون قرار گرفته. متاسفانه ادمینستراتورها تو ایران همچنین میگن دارن دیسیبل میکنن. الان تو ایران خیلی جاها خارج از ایران خیلی کار اشتباهی هست. حالا توضیح میدم که قضیه سلینوکس چی هستش، ولی اولین آیتمی که ما داریم هدفمون در نهایت با این دوره هم جمع شده اینه که میخوایم بدونیم که از این به بعد دیگه سلینوکس رو دیسیبل نکنیم موقعی که سیستم عامل لینوکس رو نصب میکنیم. به اصطلاح گفته کیک دیسیبل هابیت، این عادت به اصطلاح غیر فعال کردن این به بعد شاید دیگه ادمینستراتور رو میخوام بریزن دور، یا اونایی که لینوکس هم میخوان یاد بگیرن میخوان از این به بعد جوری لینوکس رو یاد بگیرن که سلینوکسشون هم فعال بشه. حالا سلینوکس چیه؟ یه مثال ساده بزنم. خب من سوار هواپیماش درسته یه گیت کنترل اینجا میذارم که کسی که بخواد وارد بشه رو چکش بکنم. این نکنی یه موقع اصلی سرد، گرم، خلاصه یه چیزی با خودش دو هواپیما نبره که امنیت بقیه رو به خطر بندازه. این گیت کنترل های سختی خاص خودش رو داره. من میام ردشم بوک میذاره میگه آقا حلقت رو در نیاره، حلقه رو بذارم تو سواده. دوباره میام ردشم میگه ساعت هم پس ساعت هم میذارم دوباره کمربندم رد میشم بوک میزنه. بعد قضیه که وجود داره اینه که خلاصه اون مهمون رو که من چشماره میره کلی آدم تو صف هم دود اونجا هم زیاد ترافیکش هم زیاده ممکنه پرواز هم داره میپره. قضیه که دوباره رد میشن که دوباره باز هم زنگ میزنه میگه که شاید بهرموزی توی کفشتون مثلا یه تیک فلزی هست یا میخی چیزی هست که به اصطلاح اجازه نمیده. دوباره مجبوری بریم کفشتو در بیاریم به اصطلاح بدون کفش هم خوشحال بدون کفش از اونجا رد بشی دیگه زنگ نمیزنه و میگه رد چی. ولی اتفاقی میفته اون سبده که وسطی گذاشتی همون بالا سر میخوره میفته. حالا باید دنبال حلقه و ساعت و داستان ها روزی باشی که در سر خواسته خواه شده. ولی خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما حداقل مطمئن میشیم که حداقل وقتی که سوار هواپیما شدیم کسی به خودش اسلحه نیورده. یه بار سر یکی از کلاس ها داشتم واسه بچه ها یه توضیح دادم که بچه تو آره کسی اسلحه نیورده ولی ممکنه هواپیما سقوط کنه. دیگه سقوط کرده دیگه دست ما نیستش. درسته؟ ممکنه به هر دلیلی سرور شما چی بشه؟ کرش بکنه و از مدار خارج بشه. به خاطر همین ما باید مثلا میگم چتر نجات به خودمون داشته باشیم و قضیه دیگه. اوکی بچه‌ها که تو آی تی کار میکنن
محیطای عملیاتی ما غیر از سرور عملیاتی که داریم معمولا یه سرور دیزاستر ریکاوری داریم یا سرور دیار رو داریم که اگه محیطمون فیل شد یه مقای ما سقوط کرد سویچ کنیم روی محیط دیگه ای و بیاییم چکار کنیم سرویس بدیم و سازمانمون دچار مشکل تشکیل بشه سرور دیار که ممکنه تو هم سایت ما یه جای دیگه وجود داشته باشن به اصطلاح سرور دکترم میگن درسته و به اصطلاح خیلی مهمه که ما همیشه این سرور دیار رو داشته باشیم که اگه محیط عملیاتی اومده به خارج رو بتونیم بازم اداره بدیم سرویس رو حالا قضیه چیه توی سیستم های سنتی که ما داریم استفاده میکنیم و همه ادمینستراتور رو باش در بیرن از مجوز های یه سری مجوز وجود داره که ما از اونها تو سیستم داریم استفاده میکنیم تو سیستم های لینوکس به این مجوز ها میگن دک دک مخفف چیه؟ Discretionary Access Control هستش Discretionary حالا اگه بخوام به فارسی یه جورایی ترجمه کنیم یعنی مجوز های مستحبی احتیاط حالا تقرار به لغتش میشه احتیاطی پرمیشن هایی که تو لینوکس داریم استفاده میکنیم حالا بعضی بچه که کار بکنن اونر رو داریم، مالک فایل گروه اونر رو داریم، گروه مالک فایل و آدر رو داریم اینا همه جزء قضایه چیه؟ Discretion Access Control یا DAC هستن با CHMون پرمیشن عوض میکنیم، اونر عوض میکنیم با CHMون، اتریبیوتار عوض میکنیم ACL تو لینوکس می‌نویسیم، همه اینا سیم شاخه چی هستن؟ Discretion Access Control هستن بچه ها، حتی یه یوزر به یه اپلیکیشن تو سیستم اشتباه بکنه و یه خرابکاری، یه کرکری، یه تو سیستم کنترل یوزر یا اپلیکیشن رو بگیره دستش چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته ممکنه اپلیکیشن که دوچار مشکل میشه یه سری مخاطرات بسش به اصطلاح وجود بیاد یا یوزر که یه سری مخاطرات بسش به وجود بیاد ممکنه که کل سیستم بسش مخاطرات به وجود بیاد به اصطلاح که هم دیگه ایزوله نیستن یه اپلیکیشن ممکنه فلش ممکنه واسه بشه چی کل سیستم بره هوا یکی وارد شه نفوذ کنه طریق اپلیکیشن کنترل سیستم دستش بگیره کل سیستم تو رو هوا اینا هیچ چیزی از هم ایزوله نیست با این پرمیشن ها اگر ادمینستراتور یه اشتباه کوچیک رو بحث پرمیشن ها داشته باشه خیلی خودمونی بگیم بدون سوتی خیلی کوچیک ما توی بحث پرمیشن ها بدیم ممکنه سیستم چی بشه داون بشه آوتیج داشته باشه هزار ایشو دیگه بر بخوریم حالا غیر از پرمیشن های دک ما یه استایل دیگه هم داریم پرمیشن اسم مندیتوری اکسس کنترل قضیه مندیتوری اکسس کنترل به این صورته که شما از یه سیستم دیگه میای استفاده میکنی که تو سیستم دیگه چیزا چیزا رو ایزوله بپروایی یه سری چیزا رو پیش کار کنی هم دیگه ایزوله کنی اگه اپلیکیشن ایکس رو دارید ایگرگ هم دارید ایکس رفت رو هوا ایگرگ روی هوا نرفته باشه درسته؟ بدون از رگتون خیلی امن و سیکیور استفاده کنید حالا قضیه که وجود داره اینه هستش که قبلا کاربرا و اپلیکیشن تو سیستم کار میکردن و سیستم رو کنترل میکردن مجوزهای دسترسی رو اگر سیستم مک داشته باشن دیگه به یوزر پرابلم با یوزر پرابلم سیستم هم دچار مشکل نمیشه دیگه به پرمیشن اشتباه بدین یه مجوز دسترسی نادرست بدین سیستم دچار مشکل نمیشه چرا چون غیر از ادمینستراتور لینوکس کرنل هم هستش که کامل بحث سکیوریتی چیه مانیتورینگ داره و داره کنترل میکنه هسته این سیستم اولا داره خودش مستقیم تمام فایل ها دسترسی ها پرمیشن ها رو بررسی میکنه غیر از اون چیزی که ادمینستراتور تو سیستمش داره کنترل میکنه کلی پشت پرده باینری پالیسی وجود داره به اصطلاح سیاست های امنیتی وجود داره که هسته سیستم اول اینا رو میخونه و رو فایل های مختلف پروسه های مختلف چیکار میکنه اعمال میکنه به صورت دیفالت همه چی میشه دیسیبل میشه شما باید برید دونه دونه پر کیس انیبل کنید یکی از علت هایی که همیشه ما ادمینستراتور سلینوکس رو دیسیبل میکنیم دردسرا شده باشه ولی دردسرا رو به جون بعضی وقتا باید بخرید شما یه سیستم مخابراتی داری کار میکنید بیلینگ بین اپراتور هستم میدونم 15 میلیارد تومان رونیو در روز داره دیگه نمیتونی بگی که حالا اگه کرک شد، هک شد، یه روز داون شد، مشکلی وجود نداره ضرری که سازمان شما به اصطلاح برای سازمان شما به وجود میاد قابل به اصطلاح جبران نخواهد برسید دو خواهد جبران میکرد عرض خدمت شما که حالا یه پروژه وجود داره به اسم سلینوکس سلینوکس غیر از دکی که تو سیستم وجود داره به من مک هم میده مندیتور اکسس کنترل هم میده یکی از راه هایی که من میتونم یکی از راههایی که من مک رو میتونم داشته باشم سلینوکس هست سلینوکس ها که دیولوپ کرده نشان سیکیوریتی آمریکا دیولوپ کرده پروژه‌ای که سالیه سال روش کار شده و بعد توسط ریت هت هم اومده
چی شده؟ دیولوب شده. بچه سلینوکس سال 2000 ریلیز شد، اما چون هنوز وایس سورس رو در خیلی داشت اطمینان نداشتن، به صورت پچ روی سیستم های لینوکس، رو کرنل لینوکس به صلاح میومده میشسته. یعنی کسی که کرنل لینوکس رو نصب میکرده یه سری پچ رو این اضافه میکرده که به صلاح بتونه از سلینوکس استفاده کنه، کاری سلینوکس رو داشته باشه. اما سال 2003، سه سال بعد دیگه سلینوکس رو شما توی مینلاین کرنلی، یعنی سورس کرنلی که به اصطلاح اکسترکت میکنی، دانلود میکنی، میکنی کامپایلشون یا کاستمایزش کنی، این قلعه رو دوباره برای نیازتون بسازی، یکی کاری جالبه که رو توی لینوکس انجام میدیم. توی این قلعه میبینی که سلینوکس هم دیگه چی اینلاین وجود داره و اینجور نیست که بهش به اصطلاح اطمینانی وجود نداشته باشه. که حالا خودمون تو بیزنس های بزرگ کریتیکال سیستم تو دنیا هست، الان همه چی نسبیه، پرفورمنس اهمیت نسبیه، ممکنه یه روزی هم سر مشکلات دیگه توش دیده بشه. اما وقتی که سلینوکس رو نصب می‌کنی توازن داستانات رو شروع میشه. قبلا میگفتیم یوزر و گروپ و آدر، رید رایت اکزیکیوت، خوندن نوشتن اجرا کردن، الان داستانای دیگه هم وجود داره. بحث پالیسی ها درگیر میشه، بحث کانتکست، لیبل، رول، تایپ، بحث بولیانزا و حتی حساسیت و کاتگوری‌های مختلفی که ذریب حساسیت و کاتگوری‌های دیگه که می‌تونید بسازید، کلی کانسپت‌های دیگه وجود داره. یا وقتی سر کلاس با بچه‌ها داریم مثلا سلینوکس رو می‌گیم، سر کورس 303 LPR که جزو کورس‌های سینیور لول اهمیت حساب میشه، ما تو ایران چندی با این کورس رو برگزار کردیم، خیلی شرکت همه شرکت های محدودی توی را برگزار تو این راشه دنیا برگزار میکنن. یه وقتی بچه ها میگن که سلینوکس اسمش روشه سلینوکس، اصلا اگر من یه لینوکس دیگه بیام نصب کنم و باید کار بکنم، قبل از دستور تر استفاده میکردم برای آرکایف کردن اطلاعات. اوکی، این فایل همه لیبل باید داشته باشه، تری که آرکایف میکنید اطلاعاتی که لیبل داره رو سلینوکس رو سیستم سوار شده، لیبل ها رو آرکایف نمی کنه، بعدا که بیا آرکایفتون رو ریستور کنین هزار تا مشکل رو وجود میاد. دیگه بعد از کامند مثلا استار استفاده کنین، حالا اصلا همه چیه چی جورایی میرسه به هم، ولی عوضش ایزولیشن ها داره. اوکی، ما همیشه به امنیت اشتراکی میخواییم برسیم، به امنیت اشتراکی میخواییم برسیم، همیشه کامپلکسیتی خاص خودش رو هم داره، درسته؟ یه ماشین که دندش دستیه دنده رو نگاه بکنی جا به جا میده تمام میشه بیره، ولی یه ماشینی که میبینی دندش اتوماته اول باید نگاه کنی که دندش به چه صورته، چجوری سویچ کنم رو اتومات، چجوری سویچ کنم رو دستی. ولی وقتی که یاد گرفتی اون کامپلکسیتی ها رو به اصطلاح پسش کردن دیگه خیلی راحت‌تر ازش استفاده میکنی، درست شد؟ حالا بچه‌ها این سلینوکس یه سری به اصطلاح تغییرات تو هسته سیستم عامل و تو سیستم عامل لینوکس یه ماژولی قرار گرفته به اسم LSM، Linux Security Module، درسته؟ سلینوکس از طریق اینه توی سیستم کرنل ما داره ایمپلمنت میشه. یه قضیه وجود داره، سیستم عامل لینوکس همه چی فایله، یوزرها در حالت محتوای فایل هم، هارد دیسک هم فایله، مموری فایله، همه چی فایله تو سیستم عامل لینوکس. اگه بهتر فایلش رو مدیریت کنه، ادمینستراتور بهتر، دیولپر بهتری. تمام فایل ها، حتی بچه کانکشن هایی که تو شبکه زده میشه چی هم؟ فایل هم بازم سوکت فایل میتونن باشن، درست شد؟ تمام فایل ها توی بحث امنیتی لیبل میگیرن، حالا چه کانکشنی که هسته، چه یوزری که هسته، چه عرض به خدمت شما پروسه ای که داره اجرا میشه و چه آبجکت هایی که قراره پروسه بره چی سراغ باشه. به اصطلاح یه اصطلاحی هست میگن on Linux everything gets labeled، لیبل میگن، کانتکست هم میگن. اوکی، یه لیبل میگه غیر از پرمیشن قبلی که داشته رو همه چی ست میشه و به اصطلاح میاد چیکار میکنه، اجازه میده که من یه سری کنترل های بیشتری به سیستم هم داشته باشم. بچه هر فایل پروسان همه اینه که گفتیم همه چی فایل در نهایت بید از اون مجوز های فایل یه سری قضایی دیگه پیدا میکنه، به این در نهایت کانتکست واسه من میسازه، لیبل واسه من میسازه. هر فایل یه دونه سلینوکس یوزر، یه هر پروسه یه سلینوکس یوزر خواهد داشت که یوزر میتونه یه سری رول ها رو داشته باشه، با اون رولش یه سری کارها رو میتونه انجام بده، یه به اصطلاح دومینی واسه خودش داشته باشه، حوزه کاری داشته باشه. قضیه اینه که هر پروسه‌ای که راه میشه مهمترین چیز هم بچه‌ها همین تایپ هست، در نهایت اینا میان خط میشن که اگه سیستم تو تایپ انفورسمنت باشه الان بمانن، مهمترین چیز چیه؟ تایپ هست. قضیه چیه؟ قضیه اینه که یه پروسه که میاد راه میشه واسه یه تایپ پیدا میکنه، این پروسه به فایل هایی میتونه اجازه پیدا کنه که توی تایپ فایل مجوز توسط کرنل طبق پالیسی دیفالتی که تو سیستم تعریف شده ست شده باشه. یعنی اینجوری نیست که هر پروسه ایران چه به هر فایلی بتون دسترسی داشته باشه، پروسه و لیبل کانتکست خاص خودش رو داشته باشه، فایل هم با کانتکست خاص خودش رو داشته باشه.
و اینجوری که سکیوریتی من خیلی اوکی تر میشه. یه مثال ساده ای یه کاربری بچه‌ها میگه پروسه رو رام می‌کنه. باشه من پس من زیاده که مجبور تو مخصوص صحبت کنم به خاطر اینکه واسه سر کلاس شاید 2 ساعت فقط ترمینولوژی و سلینوکس رو بعد بعد چی بعد من خواستم که نیم ساعت تمام کانسپت‌ها رو خیلی کلی بگم باز کلی گفتنش هم سخته. یه سابجکتی رو داریم مثلا یه پروسه، یه کاری می‌خواد تو سیستم انجام بده، یه فایل بخونه، وب سروری رام کنه، بانک اطلاعاتی یه کوئری بزنه، اطلاعاتی فچ کنه، یه دستور ساده ال اس بزنه فایلاشو ببینیم سادهش کنیم قضیه رو. میاد چیکار میکنه؟ دستورش رو اجرا میکنه. سیستم من سلینوکس سکیوریتی سرور رو من دارم که رو همین هاست هم توسط کرنل هم شده پیاده سازی شده. بعد اون پشت پرده سلینوکسی که نصب کردم یه دیتابیس هم داره که آقا این فایل کانتکستش اگه توی دایرکتوری هست چی باید باشه. داینامیک کار میکنه، یعنی اینجوری یه فایلی که خود شما درست میکنی بستگی به این یوزری که تو سیستم اومده این فایل رو درست کرده و اینکه کجا درست شده، مثلا تو دایرکتوری تمپ درست شده یا تو هوم دایرکتوری کاربر درست شده، قضیه به این صورتی که لیبل های مختلف کانتکس های مختلف پیدا میشه. درست شد؟ این یه به اصطلاح دیتابیسی هست که این کانتکس ها رو هر اتفاقی که میفته رو هر فایلی که به اصطلاح کار میکنه ست میکنه، کانتکس ها خونده میشه بررسی میکنه. اگه اجازه داد، یعنی پرمیشن گرانت شد، مجوز داده شد، میاد چیکار میکنه؟ میگه اوکی به این آبجکت اجازه داری دسترسی پیدا کنی، مثلا فایل رو لیست کن، یه کاری انجام میشه. ولی اگه اجازه نداد، یه به اصطلاح انجینی وجود داره که میاد پیغام‌های خطا رو به ما چیکار میکنه نشون میده. یه حالا لینوکس که کار میکنه یه فایلی وجود داره تو دایرکتوری /var/log/messages. اگه بیاین فیلتر کنید خطایی که توش نوشته AVC اونا رو ببینید، پیغام‌هایی هستش که توسط به اصطلاح انجین سلینوکستون، حالا اون سرویسی که واسه ترابل شوت کردن شما آوردین نصب کردین تو سیستمتون چی شده؟ لحاظ شده. مثلا اگه سلینوکس رو انیبل و دیسیبل می‌کنی به اصطلاح لاگ های ABC ایجاد میشه و تو اون فایل میتونی با فیلتر کردن لاگ ها رو ببینید. یا اگه اپلیکیشن رام می‌کنی که به ریسورس هاتون دسترسی پیدا کنه، خیلی راحت میتونید لاگ های ABC رو بخونید و ببینید ترابل شوت کنید که بفهم مشکل چی هستش و در نهایت مشکلتون رو حل بکنید. شاید سخت باشه. یه چیز خیلی جالب رو اول بگم. یه وقت من تو سیستم دارم کار می‌کنم، سام سر کلاسیم. حالا سیستم ولش کنید. سر کلاسیم دارم سلینوکس می‌بینم. یکم بچا بالا میشه که سلینوکس شما میگی خیلی جاوا اسم داره سر ایجاد می‌کنه. میگم چطور؟ میگه ببین کار ما دیتابیس، من اوراکل کار. اوراکل که بخوای اسمونی اولین چیزی که میری نگاه می‌کنی میگه که اوکی سیستمتون اگه سلینوکس داره دیسیبل کنید. درست؟ یعنی چون من اوراکل نصب می‌کنم و اوراکل یه سری مشکلات مثلا با سلینوکس داره، اولین کاری که دیتابیس کارم بچه‌های خوب به صدا دی بی من انجام میدن یا اوراکلشون رو که نصب کنن قبلش سلینوکس رو دیسیبل کنن که اوراکل بتونه کارش انجام بده. اوراکل کار نمی‌کنه. سلینوکس یه مودی داره به اسم آنکانفاید. اکثر اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی که پاپولر هستن ساپورت می‌کنن واسه شون باینری پالیسی رول داره. ولی سلینوکس یه مودی داره بچه‌ها به اسم چی؟ آنکانفاید، یعنی حذف نشده. اوکی شما اگه اوراکل روی سیستم داری 4 تا اپلیکیشن دیگه هم داری به خاطر اوراکل هیچ کدوم اینا رو ایزوله نکردی، هر کدوم دچار مشکل بشه ممکنه دیتابیستون هم به روی هوا بره. درسته؟ حالا من الان چون اوراکل نصب می‌کنم ایزولیشن بین اپلیکیشن ها نداشته باشم، ایکس و ایگو زد رو بذارم هر کدوم دلشون خواست بکنه، هر کدومش دچار مشکل شده ایمپکت رو بقیه هم بشه، نه سلینوکس شما میتونید نه پس این کاری که دیتابیس دارا میان انجام میدن بعضی از دیتابیس دارا و میان سلینوکس رو خاطر دیتابیس سرور میکنن اشتباهه. شما میتونید سلینوکس رو رام کنی. درست شد؟ حالا اوراکل میاد رام میشه. اوراکل مشکل داره، میاد اوراکل و پروسه‌هاش رو تو مود آنکانفاین حذف نشده رام میکنی. خودمونی میگیم سلینوکس اوراکل کاری نداشته باش. اما اپلیکیشن های دیگه ایکس و ایگ زدی که هستش، اپلیکیشن های مهمی هم هست، تجارت کل ممکنه سازمان هم به این بستگی داشته باشه، من این بازم میام چیکار میکنم؟ ایزوله میکنم. سلینوکس هم انیبله کار میکنه سلینوکس هم و فقط برای بحث اوراکله که میام تو مود یا زون یا دومین آنکانفاید حذف نشده رو. یعنی به خاطر اینکه اوراکل به مشکل داره کل قضیه اپلیکیشن ایزولیشن رو نذارید کنار. حالا اپلیکیشن ایزولیشن نمودهای مختلفی داره، مجازی سازی هست، جیل هست، سی اچ روت هست، با ماژول های مثل سلینوکس. یه سری پروژه های یه سری پروژه های دیگه هم هست مثل تومویو، اسمک، اپارمر، اونا هم اپلیکیشن ایزولیشن میدن، اما هیچ کدوم به قدرتمندی سلینوکس نیستن و یه جاهای اونا برای اینکه یه داستان تو پروفایلشون داره اسم آدرسه میشه اونا رو اگه کمون به صلاح بفهم خرابکار زبر و زرنگ باشه میتونه مثلا با
چینج کردن یه اسم فایل و آدرسش دور بزنه. ولی سلینوکس رو به این راحتی ها شما نمیتونید دور بزنید. من که خیلی ضرر میشه. ممکنه همیشه بزرنگی بزنه دور بزنه. بچه ها، یه شکل دیگه هست. مثلا همون شکل هست. ببینی سیستم الان دو قسمت کرده، یکی یوزر اسپیس اون بالا، یکی کرنل اسپیس. اون کرنل اسپیس سیستم اسپیس هم میگیم. درست شد؟ یه پروسه میاد یه سیستم کالی اینجا میزنه، یه سیستم کالی میاد اینجا میزنه، درخواست انجام یه کاری رو صادر میکنه. عرض به خدمت کلتون که اتفاقی میفته چیه؟ اون پرمیشن های پایه سیستم، یکی که اول پایه خدمت رو عرض کردم، سر جاش هست. سلینوکس نه اون رو بایپس میکنه، نه با اون مشکلی داره، هیچ. سیستم یه لوک آپ دیتا میکنه، اگه ایروری وجود داشته باشه ایرور رو برمیگردونه، اگه ایروری وجود نداشته باشه پرمیشن های پایه سیستم دک مورد بررسی قرار میگیره. اگه پرمیشن دک مشکل داشت، رید رایت اکزیکیوت اونر گروپ آدر اینا مشکل داشتن، ای سی ال ها اکستندد اتریبیوت ها مشکل داشتن، اینا چیکار میکنه؟